برای گفتگو درباره واکنش‌های بین‌المللی به اعدام نوید افکاری همراه هستیم با احسان مهرابی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از برلین. آقای مهرابی، برخی کشورهای اروپایی اعتراض کردن به اجرای حکم نوید افکاری و در مقابل این مسئله واکنش شدید معاون بین‌الملل قوه قضاییه جمهوری اسلامی را شاهد بودیم. آیا آنگونه که مسئولین قوه قضاییه اعلام کردند این مسئله دخالت در امور ایران هست یا پیگیری موارد نقض حقوق بشر؟ به هر حال این موضوع سابقه داشته که جمهوری اسلامی هر نوع اعتراض به نقض حقوق بشر را دخالت در امور داخلی ایران ذکر میکنه، در حالی که خود وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره موضوعات دیگر کشورها که از نظر این وزارتخونه نقض حقوق بشر مطرح میشه، از جمله موضوعات مربوط به کشورهای اسلامی از جمله بحرین یا یمن را اطلاعیه‌های مختلفی دربارش صادر میکنه و حتی درباره بعضی از اتفاقات در کشورهای دیگر از جمله کانادا یا آمریکا اطلاعیه‌های مشابهی وزارت خارجه صادر کرده. حتی به هر حال شیخ عیسی قاسم رهبر معترضان در بحرین یا بسیاری از معترضان دیگر کشورها در ایران سکونت دارند یا رفت آمد میکنند به ایران و حتی اگر بخوایم با معیارهای خود جمهوری اسلامی هم در نظر بگیریم، این اظهار اعتراض به نقض حقوق بشر در یک کشور دیگر امری پذیرفته شده است در چارچوب روابط بین الملل و در واقع این موضوع فقط اظهار نظر بوده. به هر حال مقامات جمهوری اسلامی این خودشون از جمله آقای باقری که این موضوع رو مطرح کردن، خودشون هم میدونن که در موضوعات گفتگو با دیگر کشورها این موضوعات مطرح میشه. حتی در سال 89 که بنا بود دو نفر از زندانیان سیاسی در زندان اوین اعدام بشن، اعلام شد که حکم اعدام اونها به خاطر مذاکراتی که سعید جلیلی با طرف اروپایی داشته به تعویق افتاده، که در اون زمان خود آقای باقری هم جزو تیم مذاکره کننده بودن و بعد از این مذاکرات اون دو نفر را اعدام کردن. و قاعدتا وزارت خارجه یا دیگر دستگاه‌های دیگر نهادها در ایران به نوعی سعی میکنن این موضوع را تنها دخالت در امور داخلی ایران جلوه بدن تا بخواد تا اون بعد حقوق بشری و بعد رعایت نشدن حقوق افراد به نوعی پوشش داده بشه. بله. موضوع نه تنها برخلاف حقوق بشر بلکه برخلاف قوانین خود داخلی ایران هم بوده، یعنی وکلا و دیگر افراد گفتن که در اعدام نوید افکاری حتی قوانین داخلی خود ایران رعایت نشده و بر اساس آخرین فایل صوتی منتشر شده نوید افکاری هم تا شب قبل از اعدام به او گفته شده بوده که بنا هست به تهران منتقل بشه و پزشکی قانونی رو معاینه کرده و اعلام کرده که حدود 10 نقطه‌ای که او شکنجه شده بوده یا به هر حال در انتقال به بند دیگر زندان آسیب دیده بوده رو معاینه کرد. آقای مهرابی، از سوی دیگه وکیل نوید افکاری هم اعلام کرده که 30 نفر همکنون زیر حکم اعدام هستند. این افزایش موارد صدور احکام اعدام به نظرتون نشون دهنده چه مسئله ای هست؟ مشخص نیست که به هر حال این 30 نفر چه کسانی هستند و در چه اعتراضهایی بازداشت شدن. قبلا حدود 10 نفر از معترضان دیماه 96 و آبان 98 اعلام شده بود. به هر حال به این دلیل که بسیاری از این معترضان در شهرستان‌ها هستند، از جمله خود نوید افکاری که به هر حال شاید اون دسترسی‌ها برای علنی کردن پرونده هاشون رو نداشتن یا اطلاع نداشتن که باید چه بکنن، خانواده های این افراد نامشون تا کنون مشخص نشده و به هر حال بعد از این اعتراضات هم که خارج از تصور حاکمیت بود، به خصوص بعد از اعتراضات آبان ماه، صدور این احکام اعدام یا تایید اونها عملا شدت گرفته و مقامات جمهوری اسلامی هم به نوعی واهمه‌ای ندارن که اعلام بکنن که این افراد به این احکام متهم به حکم اعدام محکوم شدن. اما به نوع اجرای این احکام به دلیل واکنش هایی که داره به نوعی غافلگیرانه است و مقامات جمهوری اسلامی سعی میکنن در یک برهه غافلگیرانه این احکام را اجرا بکنن.
سپاسگزارم احسان مهرابی از اینکه با ما همراه بودید.